بعد از فرو ریختن مجتمع تجاری اداری متروپول آبادان و آوار شدن آن بر سر مردم، خبرهایی درباره تخلفاتی که در روند ساخت آن رخ داده منتشر شد. بعد از وقوع این حادثه، شهردار آبادان همراه چند نفر دیگر دستگیر شدند. سازمان نظام مهندسی میگوید هشدارهای لازم را داده بوده است. شورای شهر هم میگوید این ساختمان پایان کار نداشته و مشخص نیست چه کسی مجوز افتتاح آن را صادر کرده. اسنادی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد هشدارهایی که قبلاً برخی از روزنامه‌نگاران و سازمان نظام مهندسی اعلام کرده بودند کاملاً صحت داشته. در گزارش مهندس ناظر این ساختمان که در سال‌های 99 و 1401 نوشته شده، به چند مشکل سازه‌ای اشاره شده و آمده است که با توجه به اضافه شدن 3 طبقه مازاد بر طراحی، در برخی از ستون‌های این سازه کمانش به وجود آمده. در این نامه هشدار داده شده که با توجه به وجود شواهد، امکان این که در آینده و پس از بارگذاری بهره برداری بقیه ستون‌ها هم دچار مشکل شوند بسیار زیاد است. این موضوع روز گذشته از سوی سرپرست سازمان نظام مهندسی کل کشور هم اعلام شد. طبق اظهارات حمزه شکی، بر اساس گزارش مقدماتی و اطلاعات فعلی که نیاز به تکمیل دارد، ساختمان متروپول در سال 96 پروانه ساخت را اخذ کرده، اما طراحی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی انجام نشده. او توضیح می‌دهد بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در آبادان متوجه ساخت این برج شد، ورود کرد و پیمانکار مجبور شد تا مهندس ناظر را انتخاب کند. مهندسان ناظر فرآیند ساخت را به صورت مرتب کنترل کرده اند و گزارش وضعیت بحرانی پروژه را داده بودند. حتی در آخرین گزارش خود که مربوط به سال 1401 است، یک بار دیگر گزارش وضعیت بحرانی پروژه به شهرداری داده شده، اما به این گزارش توجهی نشده است. بیلاد دارت خود تخمیدون سخوزی بیرون. عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونهای پروژه متروپول برخی از مشکلات سازه‌ای این ساختمان بوده که طبق ادعای سازمان نظام مهندسی به شهرداری گوش زد شده و یک ماه قبل دستور توقف این پروژه داده شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان هم مدعی شده بعد از آنکه در سال 96 پروانه ساختمان متروپول صادر شد، سازمان نظام مهندسی از شهرداری درخواست کرد تا اجازه نظارت به این پروژه را به مهندسان سازمان بدهد، اما تا سال 99 چنین اجازه‌ای صادر نشد. به عقیده او احتمالاً مالک در خصوص ورود سازمان نظام مهندسی مقاومت می‌کرده است، تا اینکه از خرداد سال 99 ناظرین سازه و معماری تأسیسات به صورت قانونی از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی و در این پروژه وارد عمل شدند. از طرف دیگر در نامه وزارت راه و شهرسازی که سال 96 خطاب به شهردار آبادان نوشته شده، تاکید شده که به دلیل برخی تخلفات در این ساختمان، ادامه عملیات ساختمانی تا زمان رفع نواقص باید متوقف شود. در کنار همه این موارد، یکی از فعالان رسانه‌ای خوزستان نیز یک سال پیش از این حادثه اعلام کرده بود که این ساختمان به افتتاح نمی‌رسد. هشداری که شنیده نشد، به وقوع پیوست و دوم خرداد 1401 را تبدیل به روز عزای عمومی آبادان کرد. علیرضا، سلام.